بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. یکی از قدیمی ترین کتاب های جهان که در دوره طلوع مسیحیت نوشته شده، نسخه خطی کتاب مقدس باستانی مصر در کشور مصر می باشد که به مبلغ 3 میلیون پوند به فروش خواهد رسید. این نسخه که قدمتش به 1700 سال پیش باز می گردد، شامل 5 متن اولیه مسیحی است که به زبان قبطی نوشته شدند، زبانی که از زبان مصری باستان سرچشمه گرفته است. این نسخه حاوی قدیمی ترین متون شناخته شده از دو کتاب مقدس، کتاب یونس و نامه اول پتروس است. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد کتاب هایی قبل از این دوره وجود داشتند، اما هیچ یک از آنها باقی نماندند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز سه‌شنبه گفت که قصد دارد تا سال 2032 تمام برق کشور خود را از منابع انرژی سبز تولید کند. بیش از 98% برق تاجیکستان در حال حاضر توسط نیروگاه‌های برق‌آبی تولید می‌شود. بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، رحمان این اظهارات را هنگام شرکت در کنفرانس بین المللی آب در دوشنبه پایتخت این کشور بیان کرد. وی افزود که تاجیکستان همچنین آماده است تا همکاری‌های منطقه‌ای را در آسیای مرکزی و گفتگوهای سازنده در مورد حل مسائل کلیدی مرتبط با آب را ارتقا دهد. بر اساس گزارش‌ها، از آغاز سال 2024 تا کنون بیش از 400 هزار مهاجر افغانستانی به صورت اجباری از ایران و پاکستان اخراج شدند که از این میان 75% آنان از پاکستان اخراج شدند. حکومت پاکستان در ماه نوامبر سال 2023 میلادی روند اخراج مهاجران بدون مدرک افغانستانی را آغاز کرد. از سوی دیگر، وزیر کشور ایران در اواخر ماه سپتامبر سال 2023 خبر داد که حدود 5 میلیون مهاجر افغانستانی به شکل غیرقانونی در ایران زندگی می کنند و روند اخراج آنها را آغاز کردند. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد فاو می گوید که در آستانه عید قربان، با انتقال و کشتار حیوانات برای قربانی از افزایش موارد مثبت تب کنگو در افغانستان نگران است. این سازمان گفته که موارد تب کنگو از حیوان به انسان سرایت می کند و یک بیماری کشنده برای انسان هاست. در همین حال، وزارت بهداشت افغانستان تحت کنترل طالبان گفته که از آغاز سال 2024 میلادی در 5 ماه گذشته حدود 203 مورد این بیماری و 6 واقعه مرگ و میر ثبت شده است. در افغانستان در سال 2023 میلادی بیش از 1200 مورد تب کنگو ثبت شده که از این میان حدود 100 نفر جان خود را از دست دادند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در روز جهانی مبارزه با کار کودکان میگوید که نزدیک به 19% کودکان در آن کشور کار میکنند. اوچا گفته این یک نگرانی بزرگ برای سلامتی و آینده کودکان در افغانستان است. روز جهانی مبارزه با کار کودکان با پیشنهاد سازمان بین المللی کار برای افزایش آگاهی و فعالیت برای جلوگیری از کار کودکان از سال 2002 برگزار می شود. سازمان ملل می گوید در کشورهای کم درآمد تعداد کودکان کار بیشتر است. جنگ، بحران‌های مختلف و همه‌گیری کرونا بسیاری از خانواده‌ها را مجبور کرده است که فرزندان خود را برای کار بفرستند تا نیازهای روزانه خود را تأمین کنند.